عملکرد سازمان ملل متحد در طول دههای اخیر در پیوند به افغانستان مورد انتقاد قرار میگیره. شما این انتقادها را چگونه میبینین؟ شمار زیادی هستند که از آنچه تصمیم ها و عملکردهای سازمان ملل متحد در طول دههای اخیر در افغانستان ارائه شد یا گاهی هم عملی شد مورد انتقاد قرار میتن و او را نمیپذیرند. میشه که در این ارتباط بگوین و یکی جایگاه سازمان ملل متحد برای حل کردن بحرانی که امروز در افغانستان است در میان دیگر کشورها چگونه است؟ آیا ما میتونیم که امیدوار باشیم که از آدرس سازمان ملل متحد دوره گذار از طالبان رقم خواهد خورد؟ خب ما چاره دیگه ای نداریم. یگانه ارگانی که امروز در جامعه ملی وجود داره و بعد از جنگ عمومی دوم وجود داشته ملل متحد است و به حساب خودشان یک مؤسسه غیر سیاسی است. ادعای کلانی که ملل متحد میکنه که اینا بی‌طرف هستند و یک مؤسسه غیر سیاسی هستند، اما در عمل همچون چیزی نیست. یکی کسایی که این نهاد به میان آوردن و پنج عضوی دائمی که اونا حقی چی را دارن به اصطلاح ویتو را دارن، اونا در عمل بازی از اوناست و او بازی ها هم خودتان میفهمین که چی داره به اصطلاح تقسیماتی تقسیم بندی خود دارن. شرق و غرب مثلا مطرح است یا اروپا و امریکا و بیرون از اونا مطرح است. از این لحاظ ما بخواهیم نخواهیم باید حمایت ملل متحد به شکل دیگه داشته باشیم. در غیر از او اینمی کشورها هستند که در تقابل و منافعشان به اصطلاح در هر جایی که هر موضوعی که بوده باشه با او به شکل عمل میکنن که باید به اسلام و منافع خودشان تأمین شود و منافع کشورهای دیگه اصلا مطرح نیست. خب موضوع بسیار کشال است. ما اصلا بگوییم که امی موضوع ساختاری بین المللی قدرت ها امروز در دنیا برای امنیت جهان نیست، برای خلق عدم امنیت در جهان است. برای از اینکه ساختارهای استعماری بعد از جنگ عمومی دوم کاملا شکل خود تغییر داد. قبل از او مسئله نظامی بود، هر کشوری که قدرتمند بود هر جایی که میخواست قدرت داشت میرفت میگرفت، خودش فتح میکرد و استخراج میکرد و هر چیزی که میخواست میکرد. اما در برابری از او نهضت‌های اصطلاح آزادی خانه ملی به میان آمد و امو طرز عملی را که اونا با کار می بردن برای محکم کردن استعمار در مناطق جهان به چالش کشیده شد و بعد از او اینا البته آزادی های بعد از استعمار و حرفا مطرح شد و کشورها خود آزاد دانستن و اینا، اما در این حال قدرت های بزرگ یک شکل استعمار تازه را به جهان معرفی کردن که تا هنوز هم درست درک نشده و این به اصطلاح امپراتوری های دعوتی است که اینا مستقیما به یک جای حمله نمی کنند، اما شرایط از طریق جامعه بین المللی یا راه دیگه به شکل عیار می کنند که ممالکی که قدرت به اصطلاح در قطبای قدرت ها قرار دارن از اونا باید دعوت شوند برای حمایت از کشورهای خاص و این امپراتوری های دعوتی برای ازی که وجود داشته باشن باید در جهان به اصطلاح چی میگیم امنیت برهم بزنن درست. و با برهم زدن امنیت خود مطرح میسازن که باید در اونجا دست داشته باشن کاری بکنن و به این طریق دوامی عدم امنیت در دنیا بالخصوص با دستکاری قدرت های بزرگ، بازم همون پنج قدرتی که حق ویتو در ملل متحد دارن، اونا هستن که شرایط امروزی عدم امنیتی دنیا را مدیریت میکنن و اما حل نمیکنن. اگر حل کردن به ضد منافعشان است. درست. دوام خشونت در جهان، دوام عدم امنیت در جهان به مفاد کشورهای قدرتمند
در جامعه ملل است. از اون لحاظ جامعه ملل هم به عیسی یک ابزار به کار برده میشه در شرایط خاص. اینال بسیاری چیزهایی که خب جهان یک بار یک قطبی شد برای یک مدت کوتاه، خصوصا در سالهای 1990 بعد از هم پاشیدنی شوروی سابق، امریکا یک قطبی خاصی بود برای یک مدت کوتاه، اما او تغییر کرد. حالا چین سربلند کرده، روسیه هم، هندوستان، کشورهای دیگر هم به اصطلاح در بازی امپراتوری دعوتی حصه دارند. و از اون لحاظ وقتی که منافعشون در مقاطع مختلف چی میشه با چالش کشیده میشه، اینا همو چیزهای خود تغییر میدن، روابط و ضوابطی که در جامعه بین المللی وجود داره به نام امنیت اصلا وجودم نداره، اما یک خیالی رو اصلاح خلق کردن که اینا برای امنیت کار میکنن. از اون لحاظ این مشکلی که افغانستان هم در به اصطلاح بین اینمی موضوعات کشانده شده و افغانستان یکی از ابزاری است که در عدم ثبات جهانی نقش داره و همچنان احتمال آوردن ثبات نسبی هم نقش داره. با تأسف البته افغانستان یک جنگ طولانی 20 ساله بود که امریکا به حد زیاد پولایی را مصرف کرد، نه برای افغانستان بلکه برای نگهداری اقتصاد خودش، خصوصا اقتصادی اسلحه سازی و اسلحه فروشی و استفاده از اسلحه که در افغانستان در 20 سال اینا $2 تریلیون به کمپانیایی که اسلحه می ساختن در حقیقت اینا دادن از پولای مالیه کسایی که در اینجا زندگی میکنن و مالیه میتن، به شمول ما و به شمول بسیاری افغانهای دیگری که در اینجا هستن. خب و البته در پهلوی از این بعد از اینکه از افغانستان بیرون شدن، جنگ‌های دیگر را آغاز کردن در اوکراین و جنگ‌های فلسطین که در از ماه اکتبر از هفته اکتبر به این طرف دوام داره، اینا همگیش جز مجموعه اینمی ساختاری عدم امنیتی جهانی است که غربی‌ها و شرقی‌ها در تلاش با هم دیگر در به اصطلاح استخراج تمامی امکانات و منابع و منافع جهانی به اصطلاح خودشان سوم مصروف هستند و افغانستان یک مهره در اینمی تعاملات شده. با تأسف که ممکن است در آینده های نزدیک ما نتانیم از این بیرون شویم و ای که در این راپورا یک سلسله اشاراتی شده که طالبا یکی که به هیچ چیز گوش نمیتن و به هیچ کس گوش نمیتن، نه به خواسته مردمشان نه به خواسته جامعه بین‌المللی، و حال میگن که افغان‌ها برشان در حقیقت از طریق راپور سینرلوغل تاکید شده که شما باید یک بدیل فکری اقلا داشته باشین در میدان، که یعنی طالبا تنها در میدان نبوده باشن که دنیا مجبور باشه با اونا تعامل بکنه، یک کسی دیگری، یک چیزی دیگری باید وجود داشته باشه. از همون لحاظ است که تلاش وجود داره. یک گروه کوچکی که ما از سال اکتبر 2021 به این طرف روی یک برنامه کار میکردیم، او برنامه تقریبا یک سال قبل عیار شده بود و ما او را شریک ساختیم با همه هموطنهای ما که و دعوتشون کردیم که برنامه بسازین، و حال ما در یک مقطعی هستیم که تلاش مده ای است که دعوت بکنیم از نهادهایی که یک چی دارن پیشنهاد برای راه حل بیرون رفت از بحران افغانستان دارن، بیاین یک جای شدیم و ما جامعه بین المللی را هم تشویق میکنیم که ما افغانا امکاناتش نداریم که با هم یک جای شدیم و مسائل فرهنگی هم هست که ما را نمیگذارن نزدیک شویم با هم بشینیم مشکل خودمان حل بکنیم، و تلاش مده ای است که دعوت بکنیم از مؤسساتی بین المللی که در مسائل صلح کار میکنن که از افغانایی که برنامه دارن دعوت بکنن و اونا را یک جای تحت یک چتر بیارن و هدف همی بوده باشه که اونا روی برنامه خود کار بکنن، چطور بتونن برنامه های مختلف تلفیق بکنن و از او یک برنامه ملی به میان بیایه که ما بتونیم او را به جامعه بین المللی و همچنان پیشتر از جامعه بین المللی برای مردم خودمان پیشکش بکنیم ده. که اونا وستو آمدن، اونا اصلا ضد طالب باید بوده باشن، ما برای
ما برای حل مشکل طالب کار میکنیم، نه ضد طالب. اگر طالب امروز از جامعه افغانستان محو شود، ما به یه عقیده هستم که مشکل افغانستان حل نمیشه. برای از اینکه بحران عمیقی سیاسی چالشزای افغانستان جا به جاست، تا ما او را حل نکنیم، جامعه ما یک حلی در از مدتی صلح را در افغانستان نمیتونه داشته باشه. ثبات سیاسی در افغانستان بدون یک تحول عمیق در فرهنگ سیاسی افغانستان ممکن نیست. از اون لحاظ ما باید راه‌های دیگری را بسنجیم، پیشنهاد داشته باشیم که موضوع ما تنها موضوع حل محوی طالب نباده باشه، بلکه راه پیدا کردن راه حلی در از مدت برای صلح و ثبات در افغانستان بوده باشه. بله. و از همین لحاظ است که بله. به اجازه بدیم فقط بله. یک کلمه دیگه. به همین لحاظ است که این گردهمایی هایی که در اواخر صورت گرفته به همین طرف روان است. ای که ما بتونیم موفق شویم و نشویم این موضوع دیگه است. اما طالبا از همین حراس دارند که در برابر از اینا یک راه حل معقولی ممکن است به میان بیاید که مردم از او طرفداری بکنن و جامعه بین المللی از او طرفداری بکنه و باعث محو اونا شود. دو مسئله است. یکی شک نیست که تاثیرگذاری قدرت های زینف و زیتخ در قضیه افغانستان است که اونا طبعا در پی منافع استراتژیک خود هستند. اما تو که در 1953 عنوان میشه به رژیمسکی افغانستان هارتلند بخواند. این کانون مناسبه در بهره برداری با تنش با روسیا افغانستان نقطه مهم میخوانند، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ راه های ترانزیتی میخوانند. پس در این حساب شکی که مردم افغانستان دارد که در نظر نگرفتن خود مردم افغانستان در مذاکرات است. مثلا در قضیه ژنوا خود مردم افغانستان شامل در مذاکرات نبود، معاهدات بیرون در بیرون با منطقه و با دنیا به امضا میرسد، ضمانت های بیرون صورت میگیره، طرف پاکستان و امریکا و طرف هم اتحاد شوروی، پای مردم افغانستان در اینجا نیست، سبب میشه که تن به هیچ چیزی ندند و بی‌باورانه بخواهند که به مبارزه خود ادامه بدن تا رژیم را سرنگون کنند. و همچنان بونینسیون هم که زمانی در اینجا میآید تنها مذاکرات میکنه، توصیه های اخلاقی میکنه، اما طرحی را ما بیاد نداریم که تر چند فقره ای بود، چی میخواستن در این با وجود بیاد، میکانیزمش چی بود، روش هایی که نیجه به کار برده میشد چی بود، این معلوم بود. و همین دلیل بود که مردم افغانستان هم مشکوک هستن، برای قضیه شک دارن که ملل متحد با اصل واقعیت افغانستان هم تا به حال محاسبه نکرده. اگر بخواهد ملل متحد آل هم وارد بازی شود که شک نیزیوان مرجعه امنیت و ثبات جهانی غیر از ملل متحد چیز دیگه نیست و خود ملل متحد باید اعتبار ایجاد بکنه، اعتماد ایجاد بکنه تا رشته سیاسی افغانستان به دست داشته باشه و آینده را مثل گذشته محول نسازن، بسا با کمال رغبت قضیه افغانستان پایان بدن. او به اساس اصلنامه رفتار میکنن، ولی بازیگران قدرتمند وجود دارن در سطح جهانی، بازیگران بین المللی وجود دارن که به فیصله سازمان ملل متحد چه اهمیت دادن در چوکات انجام میدن، بهش صلاحیت سکرتریت هستن چقدر میدن در شورای امنیت سازمان ملل متحد. شما دیدین که تابان بر سر غزه چیان هست ولی که فیصله نرسیدن، حتی بخش کمک های بشری که فیصله نرسیدن، بس بخش نظامی رو کجا کنید. به نظر من است که توقع زیادی از سازمان ملل متحد باید نداشته باشه. متاسفانه ما کسانی که در افغانستان بودیم، کسانی که از افغانستان هستیم، ما توقع بیش از حد از سازمان ملل داریم. فکر می‌کنم سازمان ملل کسانی هستند که 193 کشور عضو هست، اینا همه چیز کرده بودن، هیچ کار نمی‌کنن. یک سکرتاریت است، یک کار میتونه جنبش یک جریان بود مشروعیت ببخشه. بلکه کاری کلانی کردن نمیتونن. امروز شما میبینید در کشور ما چی حال است، در کشور فلسطین چی حال است، چی کار انجام میده. بنابراین توصیه ما، خواهش ما از هموطنانم است که روی سازمان ملل زیاد حساب نکنن، توقع زیاد نداشته باشن، آنچه منافع خود ما هست او رو باید تشخیص بدن، روی از او کار کنن، فریبی از این نخورن. یک بار
دکتر نجیب الله فریب از سازمان ملل متحد خورده، نباید کسی دیگه بار دیگه فریبشان رو بخواهد. اونا کاری کرده نمیتونن. خب یک نوع رابطه میتونن داشته باشه، یک جهان زندگی میکنیم، به هم با هم دیگه پیوست داریم، همه با یک چتر ضرورت داریم، یک چتر است. ولی که کاری کرده میتونیم، ما هر کس باید به با اوشیانه به اساس منافع خود، منافع مردم خود، منافع کشور خود کار را انجام بدیم.